همیهنان گرامی، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. برنامه امروز درباره زنده یاد عباس امیر انتظام است و من کمتر در این باره سخن خواهم گفت و شما بیشتر دیدگاه ها و اندیشه های خود آن زنده یاد رو کتاب امروز هم بخشی از اونها هرگز پخش نشده رو خواهید دید. و برای من هم سعادتی است که برای نخستین بار این ویدیو رو در اختیار شما، بخشی از این ویدیو رو در اختیار شما قرار میدم. پیش از پرداختن به این برنامه اما باید ناچار هستم به موضوع اشاره کنم. میدانید که زنده یاد امیر انتظام به اتهام نادرست و دروغین جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا و سیا، بله این تیتر جمهوری اسلامی، امیر انتظام به جرم جاسوسی به نفع سیا دستگیر شد. به این جرم به زندان افتاد، محاکمه شد، محکوم به مرگ شد و بخش بزرگی از زندگی خودش رو در زندان گذراند. بسیار دردناک است در کشوری که وعده میداد، رهبران آغازگر این جنبش اسلامی وعده میدادند که به دیکتاتوری و فساد دوران گذشته پایان خواهند داد و عدالت و قسط و دموکراسی و آزادی رو در ایران برپا خواهند کرد. یکی از نخستین شخصیت هایی که معاون آقای بازرگان بود، رئیس موقت دولت، سخنگوی اونها بود، این رو به جرم جاسوسی، به جرم دروغین جاسوسی به زندان افکندند و این مرد سالهای درازی رو در زندان گذراند. این است که در آغاز کار باید این رو بگویم که در این دوران که در همین ایالات متحده آمریکا فریاد مخالفان دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 میبخشید به آسمان، به فلک رفته و به درستی خورده میگیرند که دستگاه های امنیتی دولت روسیه زیر سرپرستی آقای پوتین کوشش کردند که انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 رو به سود آقای ترامپ مسیر بدهند. نه این است که آقای ترامپ در این جریان درگیر بوده، این رو من نمیدانم و این رو باید پژوهش‌های حقوقی تعیین کنند، ولی به هر حال میدانیم که دولت روسیه در این کار درگیر بوده. در زمانی که همه بر این باور هستند، نمایشنامه‌ای در سه پرده یا شاید پرده‌های بیشتر برای اینکه دولت ایالات متحده آمریکا با همکاری دولت اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو و دولت شاهزاده جوانبخت عربستان برای براندازی جمهوری اسلامی اقدام بکنند در جریان است. همه شما که با من و با دیدگاه های من آشنا هستید نیک میدانید که من از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی از شمار مخالفان این حکومت بودم. هیچگاه به جنبش اصلاحات نپیوستم، هیچگاه هوادار اصلاح طلبی نبودم و همواره اگرچه هوادار براندازی نبودم، خواهان پایان دادن به حکومت دینی در ایران بودم و خواهان بنای یک دموکراسی ماندگار، یک دموکراسی سکولار، جدای دین دولت و پایبندی دولت آینده ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر. بنابراین وصله این که من سخنی که با شما میخواهم در آغاز این برنامه در میان بگذارم که شاید تصور کنند که این سخن من جنبه هوادارانه از حکومت کنونی ایران دارد، این وصله با هیچ گونه کوششی به من نخواهد چسبید. این رو همگان میدانند که من تار و پود وجودم مخالف حکومت دینی در ایران هست و صدمات زیادی هم در این زمینه خوردم و میخورم، ولی شادمانم که در جبهه مخالفان حکومت ولایت فقیه هستم. اما بر این باور نیستم که رستگاری آینده ایران باید
در کریدورهای در راهروهای وزارت امور خارجه آمریکا یا وزارت دفاع ایران متحده آمریکا دوران آقای جورج بوش به عراق برای برانداختن صدام حسین، خیلی ها به این راهروها روانه شدند و پولهای کلانی ساختند و میخواستند چلبی های آینده ایران بشوند و این پروژه ناکام ماند. امروز این نمایشنامه در چند پرده دوباره سر بلند کرده. پرده نخست یک ماه پیش در واشنگتن بود که در اون ماجرای درگیری چند گروه قومگرا با دیگران در همه جا بازتاب یافت. پرده دوم بناست که این یک شنبه در لس آنجلس برگزار شود، در پیرامون لس آنجلس در کتابخانه ریگان. جالب است، روزی رو برگزیدند که یک روز تاریخی در ایران است، روز 30 تیر. در شامگاه 30 تیر که بر پایه شورش مردم ایران دکتر محمد مصدق به نخست وزیری بازگشت، وزیر امور خارجه آمریکا با یک دعوت از پیش تعیین شده و تنظیم شده از چند صد ایرانی به اصطلاح سرشناس در لس آنجلس، بناست که درباره آینده ایران طرح براندازی دولت کنونی ایران رو با ایرانیان شیفته چنین پروژه‌ای چلبی‌های آینده در میان بگذارند. باور دارم که خیلی ها در این برنامه بیان که بدانند که چه خواهد شد شرکت می‌کنند. بسیار شادمانم که من در سیاهی دعوت شدگان نیستم، در سیاهی سیاه دعوت شدگان هستم، یعنی جزو اونهایی هستم که نباید دعوت بشوند. همچنین همکاران و دوستانم در بنیاد آینده، دوست گرامی من آقای گوهرزاد، که البته من بسیار ایشان رو تشویق کردم به دلیل اینکه کارت خبرنگاری دارند، به عنوان خبرنگار شرکت کنند و ببینن چه میگذرد، و امیدوارم ایشان به عنوان خبرنگار برای خبررسانی نه تنها برای کار تلویزیون اندیشه، بلکه در رادیویی که ایشون فعالیت دارند در این برنامه شرکت کنند. ولی باعث شرمساری است که با این تاریخی که ما داریم، با این همه کوشندگانی که ما در بیرون و داخل ایران داریم، با این فداکاری هایی که ایرانیان در خیابان می آیند و برای آزادی و دموکراسی کوشش می کنند، کسانی چشم به راه این هستند که دولت ایالات متحده آمریکا، وزیر امور خارجه، طرح براندازی آینده جمهوری اسلامی رو بریزد. چندی پیش هم در پاریس مجاهدین برنامه داشتن. جالب اینجاست که بین اینها هم پلیس، یعنی این آقای رئیس وزیر امور خارجه که می آید از ایرانیان دعوت می کند، وکیل آقای ترامپ می رود در برنامه مجاهدین سخنرانی می کند و بنا بوده در برنامه واشنگتن آقای بولتون صحبت کنند که ایشان به کره رفته بودند. خیلی پیوندهای جالبی در این زمینه هست. بناست که دوباره به یاد دوران 28 مرداد برای ما آینده بسازند. ما نیاز به قیم نداریم. ما مردمانی هستیم که باید آینده ایران رو به دست توانای خودمون بنا کنیم، نه به یاری نیروهای خارجی. هشداری است که میدهم، ولی هفته آینده همه برنامه رو به بررسی این نشست که این پرده دوم اختصاص خواهم داد. شاید نیم پرده اون هم این نشست مجاهدین بوده باشد. اما برویم بر سر گفتگوی امروز. زنده یاد امیر انتظام، مردی که به راستی باید گفت که از شمار پیروان وفادار راه زنده یاد محمد مصدق بود و همان نوعی که به او به مصدق اتهام می زدند، اگرچه امیر انتظام مصدق نبود، با او هم چنین کردند، مدتی در زندان و سپس در زندان خانگی. دردنامه او رو از زبان خود او بشنویم. این ویدیویی است که در ایران فراهم شده و شاید دیده باشید، ولی من فکر می‌کنم که بد نباشد که یک بار دیگر هم این رو با هم ببینیم. من 37 سال در زندان بودم. الان هم در منزل خودم زندانی هستم. حصر خانگی هستم. با فشار سازمان ملل متحد. و در حدود 28 سالم در زندان خود این آقایون، در ایوین و غزل سال و
در جای شهر از شکنجه ها و مشکلات زندگی حرف نمیزنم، برای که همه اینها رو قبول کردم از دود اول که هر کسی سرنوشتی داره، من هم سرنوشتم اینه، باید مقاومت کنم و از حقیقت دفاع کنم. و در تمام 37 سال من یک بار بله در مقابل نظام موجود نگفتم، سرخم نکردم، تایید نکردم. هر وقت به من فرمی دادن از نظام جمهوری اسلامی که قبول داری، گفتم نه. از رهبریتش گفتم نه. از کارهاش گفتم این جنایت در تاریخ بسیار سیاه و تاریکه و با یک روزی جوابگوی تمام این جنایت ها خواهید. الان هم تکرار میکنم، خود آقایون بهتر از من میدونن، خودشونم شعور خوندن تاریخ رو دارن، فهم تاریخ رو دارن، ولی متاسفانه قدرت انقدر افراد رو تحت تأثیر قرار میده، هم ثروت هم قدرت، که زبان دیگران رو میبرن، سر دیگران رو تن جدا میکنن. من سختی های بسیار کشیدم، از جمله مادرانی که اینجا ایستادن میتونن حد بزنن که من 37 سال بچه ها ندیدم. سه تا فرزند دارم، دو تا پسر دارم، یه دختر دارم که الان دخترم 43 سال است، پسر بزرگم 40 سال است، پسر کوچکم 37 سال است. اینها 37 سال قبل از پیش من رفتن، پس بنابراین میبینی چقدر کوچک بودن. من تحمل کردم، میبخشید. همه میدونن فرزند چقدر عزیز، چقدر تأثیر گذار. اما از نظر من خدمت به وطنم بالاتر از دوست داشتن بچه خامه. به هر صورت ایستادم من تا آخرین لحظات حیاتی دیگه خواهم کرد. هرگز تسلیم زور، فشار، جنایت، شکنجه، دوری ها، درد های انسانی نخواهم بود. از وطنم و منافع وطنم. درود بر شما. شرم بر حکومتی باد که انسانها رو تنها به دلیل آزاداندیشی و پوشش برای دموکراسی در جامعه به بند بکشه. در کنار زنده‌یاد عباس امیر انتظام، دکتر ملکی نشسته بود در این ویدیو که او هم همچنان در بند رفتار به راستی ددمنشانه
دشمنان آزادی در ایران است. چند سال پیش خواهر من فریبا امینی در یکی از سفرهایی که به ایران رفته بود با عباس امیر انتظام دیدار کرد و سوغات او از این سفر یک ویدیو مصاحبه بود که شور وقتا بخش های از اون از میان رفته، ولی من در این برنامه بخش های کوچکی از این ویدیو رو برای شما پخش میکنم. گفتگویی است که عباس امیر انتظام با خواهر من داشته، صدا خیلی خوب نیست و از کارگردان خواهش میکنم که در پخش این بخش ها صدا رو اندکی بالا ببرند. به بخش نخست این گفتگو نگاه میکنیم. سوال اولم اینه که الان بیش از 26 ساله که شما در زندان هستید، خارج میشید و باز به زندان برمیگردید. چرا همچنان پای حرف خود ایستاده اید؟ اولم من بسیار خوشحالم که بعد از سال شما رو دیدم و شما فرزند کسی هستید که من فوق‌العاده دوستشون دارم. امیدوارم که امکانات بازگشتتون به ایران هم فراهم باشه. اما جواب سوال شما، یه فیلسوف بزرگ اروپایی که در زمان جنگ دوم جهانی در زندان آلمانی ها بود و در اون زندان آشوبیتس بود و در انتظار مرگ بود، کتابشو من تو زندان خوندم، دیدم با اون چرا که من بدونم تعریفی براش پیدا بکنم همون کارها رو میکردم. بهشون جملهش اینه، خیلی جمله قشنگی داره، میگه که اونهایی که چرایی زندگی رو میدونن چگونه زندگی کردن رو هم میدونم. اگه انسان بدونه چرا به دنیا آمده و چرا زنده است و هدف از این زندگیش چی هست، مسلماً خودش رو برای رسیدن به اون هدف هماهنگ میکنه با اون چرا که توش هست. من از بعد از دستگیریم اون چی که برای خودم مسلم بود، تمام اتهامات کذب، کثیف و در شأن من و دوستان ملی ما نبود و سالیان دراز که من در زندان انفرادی بودم و بعدم در زندان متراکم انفرادی قرار گرفتم، یعنی زندانی که برای یه نفر ساخته شده بود، ما 27 نفر با هم زندگی میکردیم، که قسمت اعظم سلامتی من در نتیجه اون دو سال و نیم از بین رفت، من دائما مشغول بودم دلیل توقیف خودم و دلیل سرنگونی دولت مرحوم دکتر مهندس بازرگان رو پیدا بودم. چون میدونید که من شاگرد ایشون بودم از سال 1330 در دانشکده فنی و علاوه بر اینکه ایشون استاد ترمودینامیک ما و رئیس دانشکده ما بودن، معلم سیاسی اجتماعی اخلاقی من هم بودن و من واقعا مثل پدرم ایشون رو دوست داشتم به خاطر راهی رو که ایشون ادامه میدادن. خب قبل از اون باز میدونید که من پیرو مصدق بودم. آقای بازرگانم با وجود که از من بزرگتر بودن همین راه رو ادامه پیدا میدادن و همین باعث شده بود که ما با هم خیلی نزدیک بودیم، در خدمتشون بودیم. تو زندان این فکر برای چند سال من رو خودش مشغول کرده بود، چرا دولت موقت و چرا من؟ لاغل هر انسانی خودش رو بیشتر از دیگران میشناسه. من تنها چیزی که به هم نمیتونه عرض کنم به عنوان اتهام به چسبه اینه که من آمریکایی باشم یا وطن فروش باشم یا خائن باشم. در همین رابطه اتفاقا سوال من سوال بعد. سپاسگزارم جناب امیر، این بخش رو پخش کردید.
در روزهای گذشته، در ساعتهای گذشته آگاه شدم که این گردانندگان حکومت در ایران از مرده این انسان هم بیم و هراس دارند و کوشش برای برگزاری شب هفت او با دشمنی و مخالفت هایی روبرو شده و از پیش خواستن که سیاهی سخنرانان رو به دستگاه امنیتی بدهند و با اونا مخالفت کردند. و من از جزئیات داستان اونقدر آگاه نیستم، ولی میدانم که تنها گفتن که اعضای خانواده میتوانند سخن رو بگویند. ببینید، این مرد رو در این همه سال به بند کشیدند، این همه دروغ و ریا درباره او گفتند و حتی هنوز هم در روزنامه ها می نویسند که او نوکر اسرائیل و نوکر آمریکا و چیزهای از این دست بود و اجازه نمی دهند که خانواده و دوستدارانش آزادانه دست کم او رو به خاک بسپارند و ادای مهر کنند نسبت به این انسان. به بخش دیگری از گفتگوی فریبا امینی با زنده یاد عباس امیر انتظام نگاه میکنیم. و هیچ کسی در مدت 26 سال زندان من هرگز اخم در صورت من ندیده. من همیشه خندان بودم. در بدترین شرایط که نگاه کردن به صورت همسلولهای من با من کار مشکل بود، از بس این بیچارها در خودشون فرو میرفتن و تلخ بود صورتشون. من همیشه صورت خندان چون خودم میدونستم پاکم، خودم میدونستم برای وطنم تلاش کردم و بدون اینکه بدونم چه زمانی این رو سر کار هستم و با من چه خواهند کرد، من زنده خواهم بود یا خواهم مرد، فرق برام نمیکرد. فقط دفاع از حقیقت مهمترین مسئله بود که من به خاطر زنده. پس بنابراین اون جمله ای که از این فیلسوف آلمانی گفتم خدمتتون، یا اتریشی ایشون، من چرایی زندگی رو پیدا کرده بودم و چگونه زیستن رو هم برای خودم یافته بودم. برابر این جواب سوال اول شما رو من فکر کنم داده باشم. برای دفاع از حقیقت تا زنده هستم چنین خواهم کرد. من بارها با همسرم که قابل ستایش با من فداکاریاش در این دورانی که بعد از 10 سال من بیرونم کردن از زندان و با ایشون رو آشنا شدم، ازدواج کردیم، زن فوق العاده فداکاری است و گاهی از من میپرسه تا کی، میگم تا اون وقتی که من زنده هستم. و حتی یه جلسه هم در دادستانی انقلاب ایشون بودن، آقای محمد علی سفری وکیل من بودن و خود من بودم در اتاق رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی بودن آقای مبشری. ایشون از من روشون رو به من کرد و گفت که آقا بی برو ما رو نجات من بده، خودت نجات بده. گفتم که آقای مبشری، من تنها یک راه برام وجود داره و اون راه این است که شما دادگاه اعاده دادرسی من طبق ضوابط بین المللی تشکیل بدید، آزاد باشه، همه نمایندگان حقوقی جهان تو شرکت داشته باشن، رسانه‌های خبری باشن و مردم ایران هم توش باشن و از رادیو تلویزیون هم پخش بشه و ملت ایران بدونن که من چه اتهامی دارم و به چه دلیل تا این زمان در زندان هستم. در غیر این صورت من بهشت زهرا رو ترجیح میدم. بهشون سکوت کردم. چندین بار هم به طور غیر مستقیم پیغام کن دادن و همشه جواب من این بوده که من هرگز خارج نمیشم. اینجا من اضافه کنم سال هفتاد 1370 آقای گالیندوپول نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سومین بار آمدن به ایران. در دو بار اولیه من رو قایم کردن و به ایشون ندادن، گفتن در امین نیست.
ولی در بار سوم من نمیدونم با چه نیرویی توانستن رژیم ایران رو وادار کنن که با من ملاقات و من رو خواستن موقعی که آمده بودن به ایران و من رفتم اتاق رئیس زندان اتاق کنفرانس شدم در اختیار ایشون. هیئتشون 5 نفر بود، 2 خانم بود 3 آقا و تو اون اتاق که من وارد شدم خودم معرفی کردم، خواسته بودن من رو، منی که ندیده بودن، نمیشناختن، قیافم ندیده بودن، من معرفی کردم. چند لحظه دست من تو دستش فشار داد و خیلی خوشحال شد. من ازش پرسیدم که فکر میکنی ضبط صوتی هست؟ کفار زیر میز دارمویه، زیر اون میز بزرگ که نشسته بودن هست. گفتم که حرف بزنیم یا من بنویسم؟ گفت بنویس. گفتم به چه زبانی بنویسم؟ گفت به هر زبانی که سریع تر میتونی بنویسی. بنابراین خب من فارسی رو خیلی سریع تر میتونم بنویسم تا فرانسه بنویسی. نشستم بعد 2 ساعت و نیم برخلاف اون چرا که در زندان هیچ ملاقات کننده ای بیش از 5 دقیقه بایشون ملاقات نکرد، برای اینکه انقدر وحشت سنگین بود در زندان که همه میترسند در اتاق برم بیرون و اعدام بشن. ولی من 2 ساعت و نیم نشستم و اولین اعلام جرم رو بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اون چرا که دیده بودم و شنیده بودم در قسمت هایی که من بودم، نوشتم به ایشون، دادم. ایشون هم مقابل من نشستن، کیفشون رو روزانشون گذاشتن، درش باز بود، صفحه ها از من میگرفتن نزاشتن. براستی باید در شگفت بود که چرا مردی با چنین فروتنی، انسانی که به گفته خود او هرگز در بدترین دوران هم خشم بر او چیره نشده بود، باید بخش بزرگی از زندگی خودش رو در زندان و زندان خانگی بگذرانه؟ چرا؟ کدام ساختار انسانی، کدام ارزش انسانی، کدام باور دینی، کدام باور به خدا و پیغمبر و دیگر پدیده‌هایی که این آدم ها ادعای وفاداری به اونها رو میکنن، به اونها این جواز رو میدهد که مردی رو به جرم ساختگی جاسوسی، ولی میدانیم به جرم مخالفت با ولایت فقیه، این گونه به بند بکشند و این گونه زندانی کنند و او رو از میان ببرند. به بخش دیگری از گفتگوی فریبا امینی با زنده یاد عباس امیر انتظام نگاه سال اول شما میشوند سال دوم. اگه اجازه بدین سال دوم هم که راجبش قبلا هم خیلی صحبت کردیم ولی دلم میخواد بیشتر توضیحتون رو بشنوم، علت دستگیری شما رو ملاقات با سفیر امریکا در سوئد تلقی کردم، ولی خب همه میدونن که این دلیل اصلیش نبوده. چگونگی این رابطه یا این ارتباط رو یه مقدار توضیح بدین و به نظر شما دلیل اصلی توقیف شما و دستگیری و اتهاماتی که به شما زدن چی بوده؟ بله، عرض کنم که من یه مقداری باز بیشتر توضیح بدم خدمت که مسئله روشن بشه. ما در پاییز سال 57 که هنوز ظاهراً حرکتی به نام انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود، نهضت آزادی ایران به دبیر کلی آقای منصف آذربان از طریق آقای مهندس محمد توسلی حجتی با سفارت آمریکا ملاقات داشت، با مسئولین سفارت آمریکا، اون آقای سولیوان و آقای استمپر. بعد از اینکه من در 17 شهریور 1357 آقای بازرگان خبن پهلوی نزدیک محمودیه دیدمشون، پیاده از تهران میومدن به شمیران به زعفرانی برن و ما 2 ساعت 3 ساعت کنار نهر خیابون نشستیم و با هم صحبت کردیم که من از ایشون پرسیدم آقا چه خبر؟ گفت نمیدونم. سوال من این نبود که
خیابونا مردم حرکت میکنن، عرض کنم که بر علیه شاه یا نظام شعار میدن یا ساختمان را آتش میزنن. سوال من این بود که آقا کی این کارا رو داره میکنه؟ ایشون نمیدونه. راستم حرف من رو کاملا گرفت که من بگم چه خبر. گفتم چی کنیم؟ گفت که اگه دلت میخواد که بفهمیم چه خبر هست، دفترتو تعطیل کن بیا دفتر من. من دفترم تو خیابون شارزه صافانه ارفرانس بودم. من سه شرکت واردات ماشین آلات داشتم، شرکت صافانه داشتم و شرکت تولید مواد غذایی داشتم. من همین کار کردم. در اون زمان یه منشی آمریکایی داشتم، فوق العاده نازنین بود، زنش از 65 ساله بود، و یه منشی انگلیسی داشتم، اونم در حدود 55 ساله بود، دو تا منشی فیلیپینی داشتم و دو تا منشی ایرانی به ازم مهندسین و تکنسیان. من از فردای اون روز دفترم رو از نظر تجارتی تعطیل کردم، ولی اینا همه نشستن روزنامه‌های معروف و مجلات دنیا رو ترجمه کردن و یکی از دوستان عزیز من که از مدیران شرکت نفت بود که هم انگلیسیش فوق‌العاده بود هم فارسیش فوق‌العاده بود، روزنامه‌های فرانسه انگلیسی فرانسه خودش نمی‌دونست می‌داد اونا ترجمه می‌کردن و بعد خودش فارسی‌هاش رو نگاه می‌کرد و ما ماشین زیراکس هم داشتیم خودمون چاپ میکردیم. یه سری اسامی را آقای بانس بازرگان داده بودن میبردیم بهشون میبردیم. من جمله شخص خودشون رو فرصت مطالعه کردن نداشتیم. ما چندین ماه کارمون بودیم. بعد از اینکه من به عنوان دستیار یا کمک آقای بانس بازرگان به دفترشون رفتم و کمکشون کردم، ایشون جای آقای مهندس توسلی رو به من دادن، مسئولیت رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی رو به من دادن و به من گفتن که یه همچون ملاقات هایی از شما دنبال. این رسید به تقریبا 29 آذر 1350. در این روز یه هیئت به ایران آمدن به نام هیئت حقوق بشر آمریکا. این هیئت شامل آقای استنبل بودن، آقای ریچارد کارتر بودن، آقای رئیس تیبانالی که فران برکی بود در اون زمان، رمزی کلارک ایشون بودن به اضافه یک کشیش که اسمش رو من هرگز یادم نمیاد. آقای بازرگان رئیس دبیر کل حقوق بشر ایران به من گفتن تو به جانشینی من در این جلسه شرکت. من رفتم در اون جلسه. آقای دکتر اصغر حسد جوادی بودن، احمد حسد جوادی بودن، حسن نزیک بودن، عبدالکریم دایجی بودن و آقای مهندس دیگری بودن که الان اسمشون یادم میاد خدمتتون میگم. و من در اون جلسه تو دفتر حقوق بشر. شما چقدر وقت داری؟ وقت داری؟ بله وقت داریم. میخوام که فقط سوالا همه سوالا رو بتونیم بکنیم. وقت هست؟ من از نظر روشن شدن چون میدونم نه خیلی افهام براتون خواهد داشت. من به نمایندگی آقای بازرگان در اون جلسه شرکت کردم. وقتی جلسه تمام شد، آقای ریچارد کاتن به من گفتش که تو همون نیستی که نامه نیکسون رو در سال 1332 آوردی به نیکسون دادی. گفتم چرا؟ و اون به طور خلاصه بود در اون زمان پس از سقوط دولت دکتر مصدق، مصدق محمد ولی تشکیل شد و یه نامه اعتراضیه‌ای به دولت آمریکا داشت و من داوطلب شدم که این نامه رو ببرم و به آقای نیکسون بردم دادم از طریق این آقای ریچارد کاتن. بعد که جلسه تمام شد و ایشون گفت شما هستید
گفتم بله. گفت خب ما هیئت برمیگردیم ولی آقای استنفیلد در ایران هستن، شما ایشون رو دائما ببینید و از نقض حقوق بشر مردد جرد. خدافزی کردن رفتم، من نچر به اطلاعی آقای بزرگان رسیدم، رسوندم، ایشون هم موافقت کردن که ملاقات را ادام کردن. البته 5-6 بار این ملاقات را ادام کردن. بعدم آقای لیچافکتم از ایران رفتم تا به ناسیونالیست و ایران رو بمیشن. البته ایشون بعد ها من فهمیدم افیسر ایران بگرسن و استاد دانشگاه پیترسبورگ یا استرسبورگ و گشن. حالا این ملاقاتی بود که ما قبل از انقلاب یعنی در سال 32 با آقای کاتم داشتیم و در سال 57 هم برمان هیئت حقوق بشر که به ایران داشت مقدم داشتیم. بعد در دولت خب شما شاید بدونید من تنها کسی بودم در دولت آقای منصف بزرگان که سرپرست نخست وزیری بودم، مدیر امور مالی نخست وزیری و حسابداری نخست وزیری بودم و همه امور نخست وزیری زیر نظر من بود، ضمن اینکه معاون سیاسی و روابط عمومی بودم و سخنگوی دولت بودم و نماینده ویژه رئیس دولت بودم. عرض کنم که در زمانی که در دولت بودم آقای سولیوان چندین بار به دیدن دولت آمدن، آقای نخست‌وزیر بودن، زمانهایی را انتخاب کرده بودن که خود آقای نخست‌وزیر نباشن، مثلا ساعت 11 شب. من 3 شب در هفته رو در نخست‌وزیری میموندم آنکو بودم که حوادث مختلف ایران رو. جان فدای نفس نادر مردانی با که کم و بیش نگشتند به هر بیش و کمی. سروده‌ای بسیار زیبا از زنده یاد هاشم جاوید که خود او هم از کسانی بود که هیچگاه در برابر زور کمر خم نکرد. از دوستان و دوستداران پدرم بود و از دوستداران وفادار زندیات محمد مصدق و من این سروده رو از کار ایشان برای زندیات عباس امیر انتظام میخوانم. جان فدای نفس نادر مردانی با که کم و بیش نگشتن به هر بیش و کمی. بخش پایانی این گفتگو رو از زبان زندیات عباس امیر انتظام نگاه میکنیم و من در پایان سخنان کوتاهی در این باره خواهم گفت اگر زمانی باقی مانده باشد. 58 آقای بازرگان از من تلفنی دوبارم قبلا خواسته بودن، دفعه سوم بود که بیا تهران کارت داشت. خب خیلی از مسائل رو با من مشورت کرد. من آمدم تهران. شما کجا بودین؟ من سفیر بودم در 5 کشور اسکان. آمدم به تهران و در تهران 5 روز یا 7 روز در تهران تا بخواسته نفس بسید. شبا من بودن دوستانم من رو دعوت میکردم که من میرفتم میپرسیدن از اوضاع احوال مملکت، چون همه نگران بودن، همه متوحش بودن از اون وضعی که به وجود آمد. اون شب یه مهمانی در حدود 50-60 نفر آقای احمد مدنی بودن، دوستان عزیزمون که الان اونجا هستن خدا شفاشون بده، و عده زیادی خانم و آقا. و در اون مهمانی چون بدون جنبه سیاسیش بود بچه ها هم بودن، عده از خانمایی هم که من نمیشناختم بودن. اینو شدیدن شروع کردن حمله کردن به دولت مملکت و فکر میکردن همه اتفاقاتی در مملکت میفته این دولت مملکت. من تا ساعت آخر شب فقط شنیدم یک کلام نشد.
به دلیل اینکه نمیتونستم جلو کسایی که نمیشناسم حرف بزنم. وقتی آمدم بیرون شب منزلم رفتم، فکر کردم که این مشکلات رو چگونه حل بکنم، مشکلی وجود داشت چیکارش کنم. ما در زمان مرحوم دکتر مصدق که من خیلی جوان بودم، دانشجو بودم، نهضت مقاومت ملی تشکیل شده بود و من عضو هیئت اجرائیه و عضو شورای مرکزی نهضت مقاومت بودم که عرض کردم اون نامه آقای نیکسون رو بردم. من جواب میدم. من در اون شب به فکرم رسید که اعضای شورای مرکزی نهضت مقاومت ملی دعوت و باشون مشورت کنم شاید راه بگیرم. این دوستانمون که اون زمان 25 سال گذشته بود، چند نفرشون فوت شده بودن، چند نفرشون از ایران خارج شده بودن، در حدود 22 نفرشون من تونستم جمع کنم در منزل یکی از رفقامون، خدا رحمتش کنه، آقای تقی انور، پدر خیلی خوب می‌شناسم. در اونجا بودیم، اونا هم نمیدونستن من برای چی دعوتشون کردم. من خودم رفتم بدون که با آقای بازرگان بگم و با آقای صحابی بگم که از من بزرگتر بودن و خب ظاهرن من باشون مشورت بکردم، نکردم مخصوصا. بعد رفتم عرض کنم در اونجا وضع ناراحتی رو که در اون مهمانی و چند تا مهمانی دیگر شده بودم در اونجا مطرح کردم. بودم تهران من آمدم این مطالب بودم، نظر شما چه؟ هر کدوم از آقایون یه مطلبی رو بشن ولی اکثریت نپذیر بود. آخر سر من هیچی نگفتم، صبر کردم که همه حرفا رو بزنن. زدن و من آخر سر خودم به فکرم رسید که برای حل مسئله ایران بایستی مجلس خبرگان رو ما منحل کنیم. در 12 اردیبهشت سال 58 ملت ایران به دولت موقت اجازه داده بود 3 تا کار انجام بود. یکی که قانون اساسی موقت رو بنویسه، دوم این قانون اساسی موقت رو در مجلسی به نام مجلس مؤسسان بحث قرار بده، سوم در مدت یک ماه این رو به تصویب به رفراندوم بزنه. این آقایون کاری که کرده بودن، هر سه پیشنهاد ملت ایران رو به دولت موقت عوض کرده بودن، یعنی پیشنویس قانون اساسی ما رو دور ریخته، خودشون پیشنویس جدیدی نوشتن. البته این پیشنویس جدید نوشته آقای دکتر مظفر بهبایی بود، ایشون بودن که برای اولین بار ولایت فقیه رو وارد کردن. و خب حالا اینا خیلی مسئله است، حرف داره که من باز بزنم ولی بحثشون رو شاید اجازه نده. نشستن قانون اساسی اسلامی رو بررسی کردن و بعد با اسم مجلس مؤسسان تشکیل دادن. مجلس مؤسسان تعدادش برابر با تعداد افراد مجلس شورا به اضافه سناس. اگر میخواستن این کار رو در اون زمان کنن، بایستی که در حدود 300 نفر انتخاب بشن. در کشورهای پیشرفته جهان، حتی آدمهایی که محاکمه میشوند و محکوم میشوند به جرم کشتن انسان‌های دیگر، با اونها این رفتاری نمی‌شود که در کشور ما با آدم‌هایی می‌شود که تنها جرم اونها وفاداری به اندیشه‌های خودشون بوده، وفاداری به حقوق بشر بوده. چند سال پیش در یکی از کشورهای اسکاندیناوی یک مرد دیوانه نجات پرست به جزیره‌ای رفت که در اون گروهی از جوانان بودند و شمار بسیاری از اونها رو کشت و به 20 سال زندان محکوم شد. ولی در کشور ما با جرم واهی و ساختگی جاسوسی برای سیاه، مردی نیمی از زندگی خودش رو در زندان می‌گذرانه
زندان خانگی تفاوتی با زندان نداره. از آزادی محروم میشه. چرا؟ اسلام یعنی این؟ عدالت اسلامی یعنی این؟ این چیزیست که شما به جامعه ایران ارمغان آوردید؟ و گرفتاری حکومت کنون ایران هم اساسا در همین است که آدم های مانند عباس امیر انتظام در این نوع زندان خانگی در می گذرند و حتی از برگزاری مراسم برای اونها جلوگیری می شود و این حکومت خودش رو نماینده قدرت خداوند در زمین می داند. ادامه قتل علی ابن ابی طالب اونگونه که ادعا می کنند، من که در شمار این نوع باورمندان نیستم، ولی چنین می اندیشند، چنین داوری می کنند. شرم‌آور است، هیچ توجیهی برای نیست جز این که ما به راستی پس از 110 سال و بیشتر از فرمان مشروطه، این همه آزمون دموکراسی، این همه جستجو و تشنگی برای آزادی، نیازمند به کشوری هستیم که دین و دولت در آن از یکدیگر جدا باشند، حکومت قانون در اون اجرا شود، اعلامیه جهانی حقوق بشر بالاترین مبنای زندگی در حوزه اجتماعی حقوقی در کشور باشد، مردم آزادانه در کنار هم زندگی کنند. ما تشنه چنین جامعه هستیم، ما چشم برای چنین جامعه هستیم، ما وام به دنیا دادیم، ما به اندازه کافی پرداخت کردیم. پس از سالها دیکتاتوری، خودکامگی و فساد و اینک نزدیک به 40 سال حکومت دینی که آدمی مانند عباس امیر انتظام رو به بند میکشد، ما شایسته آزادی و دموکراسی هستیم، نه آزادی از راهروهای وزارتخانه های کشورهای دیگر، نه از راه همکاری دولت های همسایه یا نزدیک به ایران، عربستان و اسرائیل و ایالات متحده و آمریکا و دیگران، از راه جنب و جوش خود مردم ایران، بر گرده اراده مردم ایران، بر گرده کسانی که ادامه دهنده راه آدم های مانند عباس امیر انتظام هستند. تا هفته آینده، روز و روزگار، بر شما خوش باد.